اصلاح رژیم در آمریکا باشد. به گزارش خبرگزاری یونایتد پرس، در 28 آذر 87 از فورت لودردیل در ایالت فلوریدا، یکی از عوامل اصلی شبکه دلالان رژیم آخوندی است که از سوی دادگاه فلوریدا به همکاری در انتقال عینک‌های دید در شب از آمریکا به ایران متهم شده است. همسر او قبلاً در اتریش به جرم قاچاق سلاح دستگیر شده و به طرز ناشناخته‌ای آزاد شده و اکنون در ایران به سر می‌برد. جلوگانگیری همیشه برای باجگیری بوده. یه موقع این باج درخواست آزادی یک مجرم و زندانیه، یه موقع هم گرفتن پول مد نظره. در رژیم هم که جلوگانگیری رو یک شیوه حکومتی تبدیل کردن و عیناً همین ها رو میبینیم، منتها به جای پول معمولا خواسته ها و امتیازات سیاسی رو مطرح میکنن. یکی دیگه از جدیدترین نمونه ها دستگیری یک دختر جوان فرانسوی به نام کلوتید ریس در جریان قیام سال 88 به بهانه گرفتن عکس و فیلم از تظاهرات بود. رژیم برای این دختر فرانسوی دادگاه و محاکمه هم ترتیب داد و او را در کنار کسانی که به اتهام قیام دستگیر شده بودند محاکمه کرد و دو تن از متهمان را هم محکوم به اعدام کرد و حکم را هم در مورد آنها به اجرا گذاشت. اما پاستور احمدی نژاد در مصاحبه‌ای که روز اول مهر 88 از کانال 2 تلویزیون فرانسه پخش شد، پرده‌ها را کنار زد و متامع رژیم را برملا ساخت. Vous voulez faire quelque chose pour elle? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour elle pour qu'elle rentre en France et qu'elle rejoigne sa famille? البته من از قوه قضاییه. J'ai demandé au pouvoir judiciaire de lui accorder le maximum de facilité. تسهیلات برای ایشون قائل. Il faut que vous sachiez qu'il y a quelques Iraniens qui sont depuis des années en prison. شما باید بدونید که چند ایرانی هستند که سال‌هاست در فرانسه. Eux aussi ont des familles, eux aussi ont des pères, des mères. اونها هم خانواده دارن. اونها هم پدر مادر. Malheureusement, nous n'avons observé aucun mouvement de la part du gouvernement français pour venir en aide à ces prisonniers. متأسفانه ما هیچ حرکتی از دولت فرانسه برای کمک به این زندانیان مشاهده نکردیم. On a l'impression que vous imposez une sorte de chantage Clotilde Reis contre des prisonniers iraniens en France. Si nous cherchons à faire du chantage, il existe des méthodes plus simples.